سلام علیکم دانشجویان و تماشابینان عزیز. امروز درس نوبتی از فن تامین و گاز گرمی و ونتیلیاسیا، کورسی عمومی برای اختصاصهای ساختمانی، آموزگاری درس برنده خوجایف پرویز سید غفرانویچ. در درس نوبتی یعنی لکسه چهارم سیستم های گرمیدهی بینا و انشاءات دیده میبرویم. موضوع این موضوع از موضوعهای زیرین عبارت است: سیستم های گرمیدهی، تعینات، گروه بندی، طلبات، نوهای سیستم های گرمیدهی. از روی ادبیات های توسعه شده لکسه نوبتی ترتیب داده شده است و شما هم می توانید از این ادبیات های خارج و داخل کشور استفاده برده سویه دانش خود را بلند بردارید. دانشجویان عزیز، سیستم گرمیدهی، تعینات، گروه بندی و طلبات. گرمیدهی به طور سنعی گرم کردن حجره های بینا با جبران تلفات گرمی برای نگاهداری حرارت در آنها در سطح معین و با شرایط معین گرمی راحتی برای آدمان کار داشته در آنها و طلبات برمی آمده از روند تکنولوژی نامیده می شود. سیستم گرمیدهی مجموعی عنصرهای ساختاری می باشد که بین آنها پیوست کرده شدند برای قبول انتقال و انتقال مقدار ضروری گرمی به منزلجات های گرم شونده پیش بینی شدند. سیستم گرمیدهی از عنصرهای اساسی زیرین عبارت می باشد، یعنی یکم منبع گرمی، دوم قبرهای گرمی برنده و سوم اسباب های گرم کنی. طلبات به سیستم گرمیدهی چنین است: سانیتری، گیگینی، اقتصادی، معماری و ساختمانی، استحصال و نصب و عملیات. چون که در اسما ما دیده ایستادیم، همون سه منبع اساسی که ما گفته گذاشتیم، یعنی سه منبع، سه گروه اساسی از کنستروکس اساسی، چون یکم همون منبع اساسی، دیوم گرمی برها، سیوم خودی همون اسبابی که برای خانه ما تقسیم میکند گرمی. گروه بندی سیستم گرمیدهی، سیستم گرمیدهی از روی پارامتر اساسی زیرین تصنیف کرده می شود. از روی جایگیرشوی ایلمنت های اساسی محلی و مرکزی موافق گرمی برها اساسی شده می توانند: آبی، بوغی، هوایی و یا گازی. در سیستم های گرمیدهی بیشتر استفاده شونده گرمی بر از مرکز آبی، بوغی، هوا استفاده شده می توانند. چنانه که در رسم ها ما دیده استاده ایم، تمام سیستم های گفته شده ما نشان داده است، هم محلی هم مرکزی، یا اینکه موافق استفاده گرمی بر آبی، بوغی، هوایی و آمیخته. حالا ما نسبت به نوع های سیستم گرمیدهی گفته میگذاریم. عین زمان موافق معیارهای داده شده سیستم گرمیدهی زیر استفاده برده می شود: سیستم گرمیدهی آبی، مرکزی و محلی، سیستم های گرمیدهی منزلجاتی، سیستم گرمیدهی هوایی، سیستم گرمیدهی بوغی، سیستم گرمیدهی آفتابی، سیستم گرمیدهی نساسی گرمی، سیستم گرمیدهی پنل شعاعی، سیستم گرمیدهی شعله افکنی، سیستم های گرمیدهی برقی، سیستم های گرمیدهی گازی، سیستم گرمکنی محلی، یعنی آتشدان های محلی که در آتشدان ها، یعنی در یک خانه های علاهیده گذاشته شدند و گرم میکنند با واسطه این آتشدان ها. سیستم گرمیدهی آبی، حالا ما درباره سیستم گرمیدهی آبی کمتر مشخص، یعنی که معلومات مشخصی را برای شما میدهیم. سیستم گرمیدهی آبی برای فراهم آوردن شرایط گرمی در منزلجات ها پیش بینی شده است که برای حیات و فعالیت انسان مساعدت می باشد. آن توسط گردش انتقال گرمی آب نسبت به هوا از حد زیاد گرم شده توسط سیستم گرمیدهی و انتقال انرژی گرمی توسط دستگاه های گرمیدهی عملی کرده می شود. استفاده بری سیستم گرمیدهی آبی برای گرم کردن بناها و انشاءات های استخاماتی، صنعتی، جمعیتی، گرجزنی و خاجگی قشلاق می باشد. تصنیفات سیستم گرمیدهی اینها می باشد: توسط انگیزش، فشار افزا یا خودجاری، از روی حرارت گرمی بر، موافق طرح سیستم، عمودی و ستون قبردار، افقی و شاخه ها با تقسیمات منزلجاتی، از روی شماره قبرها در ستون قبرها و شاخه ها یک قبره دو قبره، از روی جایگیر شوی شاخ قبرها با جایگیر شوی شاخ قبرها از بالا، با جایگیر شوی شاخ قبر از پایان، با گردشی برعکس، از روی سخم حرکت آب در شاخ قبرها
магистралӣ муқобилсамт ва ҳамсамт шуда метавонанд. Намуди дигари система гармкунӣ ин системаи ҳуҷрагии манзилӣ мебошад, чунон ки ба забони русмӣ квартирный система топлинӣ. Системаи гармкунии ҳуҷрагии манзилӣ барои гарм кардан ва бо гармии манзили алоҳида ё биноҳои истиқомати инфиродӣ аз манбаъҳои гармии худ пешбинӣ шудаанд. تصنیف سیستم گرمی حجرگی منزلی اینها می باشند. از روی نمود انتقال دهنده انرژی استفاده شونده، از روی سوزاندن سوزشواری ارگانیکی، مایع، گازی، کمتر سخیانیک سوزشواری سخت یا اینکه الکتریکی، نسازهای گرمیدهی آمیخته، از روی نمود گرمی بر آبی و هوایی. چنانی که ما در رسم دیده ساده ایم، در این رسم سیستم های خود گرمکنی حجرگی نشان داده شده است و با واسطه کلکتر با هر یک دستباب گرمی دهنده به فضای بینا آورده می رساند. یعنی با یک قبر آب گرم آمد و با قبر دیوم آب خنک شده بر می گردد به خود سیستم. باز چنانی که ما در این رسم دیده ساده ایم، یعنی که تنظیم سیستم گرمکنی خانگی یعنی حجرگی منزلی با اصول کلکتر ها، یعنی که چنانی که ما دیده ساده ایم، از کلکتر با خود با اصول قبرهای گرمی برنده به هر یک اسباب گرمی دهنده به فضای خانه آوردن می رساند و تقسیمات آنها برابری می باشند. ما می توانیم که دل خواه وقت گرمی را در این سیستم ها تنظیم نماییم، یعنی که دل خواه وقت ما می توانیم که خانه های خود را در آن که استقامت نمی کنیم از گرمی امین داریم، یا چون که ما در این رسم دیده ایستاده ایم، یعنی که از کلکتر با قبرهای مخصوص آورده به هر یک اسباب گرمی دهنده آورده رسانیده شده است. سیستم دیگری که ما دیده می برایم این سیستم گرمکنی هوایی و سیستم گرمکنی هوایی یعنی سیستم وینتیلیشن و سیستم معتدل سازی هوا هم داخل شده می توانند. سیستم گرمکنی هوایی با هوایی نسبتاً گرم شده داخلی گذرانده می شود. هنگام گرمکنی هوا، هوای گرم شده گردش کننده سرد می شود و گرمی را هنگام آمیخته با هوای حجره های تفسان شده و بعضاً توسط دیوارهای داخلی انتقال می دهند. هوای خنک شده با گرمکنک بر می گردد. تطبیق نسبت به سیستم گرمکنی هوا، گرم کندن بناهای صنعتی، شهروندی و کشاورزی توسط گردش هوا یا یک چند با واسطه سیستم وینتیلیشن عمومی و معتدل سازی هوا. تصنیف سیستم گرمکنی هوایی در جای تولید گرمی از روی اصول ایندوکسیونی هوا موافق شکل جریان هوا، چنانکه که ما در رسم ها دیده ایستاده ایم، با واسطه اگریگات هایی که در اینجا نشان داده شده است، در درون این گرم کنک یعنی که تبل آمینیکا مونده شده است، در اینجا گرم می شود و با واسطه قبرهای هوا گذر هوای گرم به منزل جلد ها آورده می رسانند. یعنی که این سیستم گرمیدی هوایی نامیده می شود. سیستم دیگری که بسیار معمول هست امروز سیستم گرم کنی بوغی می باشد. سیستم گرمکنی بوغی این انتقال گرمی در دستگاه گرمیدهی حاصل شده به حجره هنگام کندنسات شدن بوغ سیر شده می باشد. اقتدار گرمی مسای بوغ نسبت به آب 500 مرتبه زیاد است. در سیستم گرمکنی بوغی موجود است. دو واسطه به توسط قبر حرکت می کند. بوغ و کندنسات به دو نمود قبر، قبر بوغی و کندنساتی می باشد. منطقه تطبیق و استفاده سیستم گرمکنی بوغی، بناهای استقامتی کوتاه مدتی که آدمان در آنجا زندگی میکنند، بناهای استحصال به پرتاوهای زیادی گرم کردن بناهای بلندشیانه با فشار پست بوغ از اتمسفر، تصنیفات سیستم گرمکنی بوغی با فشار بوغ از روی اصولهای برگردانیدن کندنسات در جایگیرشای ماگسترال بوغی از روی شماره قبرها نوی خطی کندنسات، چنانی که در رای این رسم ها ما این نمو سیستم ها رو دیده استانده ایم. سیستم های گرمیدهی آفتابی را ما دیده می باریم. سیستم های گرمکنی آفتابی سیستم های می باشد که انرژی رادیاسیون آفتاب را همچون منبع گرمی استفاده می برند. فرق تصنیفات آنها از دیگر سیستم ها گرمکنی پس در آن است که المنتی مخصوص برای قبول گرمی آفتاب که برای گرفتن رادیاسیون آفتاب و تبدیل دادن آن به انرژی گرمی تعیین شده است. برای قسمان عوض کردن سرباری گرمی 30-40%
از حساب استفاده انرژی آفتاب پیش بینی شده است. تصنیفات سیستم گرمکنی آفتابی آید به تکنولوژی و انرژی گرمی تبدیل دادن انرژی آفتاب از روی نمود باری ایواز شده موافق نمود گرمی برهای ابتدایی سیستم فعال موجودند. از روی حجم ذخیره کردن انرژی آفتاب موافق اقتدار گرمی برها، چنانی که ما در رسم دیده ایستاده‌ایم، استفاده انرژی آفتاب امروز در شرایط امروز تاجیکستان ما میتواند از 200 تا 300 روزم باشد، یعنی برای گرم کردن داخل بنا و با آب گرم تامین نمودن آن. سیستم دیگری این ما سیستم های نساز های گرمدهی می باشند. نساز های گرمدهی برای گرم کنی با سبب انتخاب گرمی توسط نساز های گرمی از منبع های برقرار شونده و دیوم درجه انرژی پتانسیلی استفاده می شود. نساز های گرمدهی ترانسفرماتور گرمدهی با حرارت پس از 0 تا 30 گرادوس تا حرارت بلند از 50 تا 90 گرادوس توسط تامینات بیرون خدمت می کند. تصنیف سیستم های گرم کنی با استفاده نساز گرمی از روی نمود انتقال دهنده گرمی، فشرده گرمی برها، سرچشمه های پتانسیلی گرمی پست، کلکتر های زمینی در چخوری 2 متر، جای های زمینکنی چخوری 3 تا 100 متر، آبی ارتیزیانی، هوای بیرونی، ذخیره های گرمیدهی دویم درجه، کلکتر های آفتابی از چنین نمودها سرچشمه میگیرد نساز های گرمیدهی. چنانه که در رسم دیده ایستاده‌ایم، گرفتن گرمی سطح بالای زمین، یعنی گرفتن سطح داخلی درون زمین، یعنی گرفتن از تحت بحر، از اقیانوس، یعنی که از هوا، این هست گرمیدهی نسبت به نساز های گرمیدهی داخل شده میتوانند. باز یک دیگر گرمیدهی پنلی رادیاسیونی را ما دیده میتوانیم، یعنی گرمیدهی پنلی شعاعی لوچیستی با واسطه پنل هایی که در لفافه بنا وصل کرده شدند، یعنی در قبط های بیرونه بنا وصل کرده شدند، با لفافه بنا آمیخته شدند، در حالتی که حرارت رادیاسیونی هوا از حرارت داخلی بنا بلندتر است، به عمل برآورده می شوند. تصنیفات سیستم گرمیتی پنلی رادیاسیونی اینها می باشند: از روی حرارت روی زمین، از روی نمود انتقال دهنده انرژی، از روی جایگیرشوی، از روی نمود پنل ها. چنانی که در رسم دیده می توانیم، یعنی چنین پیوست شوی پنل ها نسبت به دیوارهای بیرونه بنا نشان داده شده است و تفسیر داده شده است، یعنی که ما می توانیم گرمی آفتاب را گیریم و رادیاسیون آفتاب را با واسطه پنل ها، یعنی با واسطه قبات های احاطه بیرونه بنا گرفته استفاده بریم. سیستم دیگری که ما حالا همراه شما دیده می بریم، یعنی سیستم گرمکنی برقی می باشد. سیستم گرمکنی برقی سیستم است که انرژی برق را برای گرمی تبدیل می دهد، یعنی انرژی برق را به گرمی تبدیل می دهد. سیستم های گرمکنی برقی با سیستم های گرمیتی محلی تصنیف کرده می شوند برای قسمان یا پورا ایواز کردن سرباری گرمیدی پیش بینی شده است. سمت های استفاده برای سیستم برقی گرمی چنین است: بناهای علاهیده که به شبکه های گرمیتی دورند، بناهای موقتی و یا سیار، بناهای کاری در بناهای گرمیدی، بناهایی که در آنجا استفاده برای منبع های دیگر جای ندارد. تصنیفات سیستم های گرمیتی برقی با اصول به گرمی تبدیل دادن قوای برق در جای تبدیل موافق گرافی صرف قوای برقی. چنین است سیستم های گرمیدهی برقی. حالا ما نسبت به دیگر سیستم گفته می گذاریم. حالا ما دیگر سیستم را هم دیده می باریم، یعنی سیستم گرمکنی گازی. سیستم گرمکنی گازی این سیستم است که در داخل حجره گرمیدهی جایگیر کردن دستگاه های گرمیدهی را تامین می کند. با ترکیب چنین سیستم گرمیدهی بغیر از اسباب های گرمکنی، قبر های گازی که با واسطه آنها سوزشواری داده می شوند و گرمی برآورده می شوند، این چنین کلاپان های تنظیم کننده و اداره کنی و اسباب های افتوماتی استفاده بی خطری گاز را در بر می گیرد. سیستم گرمکنی گازی این هایند: با آتش دان درونی با گاز استفاده شونده، با آبگرم کنک گازی،
با اسباب های گرمدهی گازی که گرمی طلب نیستند، با گرم کنک های گاز هوا، با تجهیزات های گاز هوا، با آتشدان های دارای گریلکه اینفراستراکچر گازی، چون که در رأس ما این را دیده می توانیم. سیستم دیگری را ما دیده می باریم که این سیستم خیر در بین مردم ما معمول است. سیستم گرمیدهی با واسطه آتشدان، پیچ یا بخاری. گرمیدهی پیچی با سیستم گرمیدهی محلی داخل می شوند که در آن دریافت و انتقال گرمی در یک خانه گرم شونده به عمل می آید. گرمی هنگام سوختن سوزشواری در آتشدان حاصل می شود. گازهای گرمی دودی سطح بیرونی کانال ها را گرم می کند و گرمی با واسطه دیوارهای کانال ها به خانه گرم شونده داخل می شوند. گازهای دودی خاموش شده با دودی با واسطه دودبرا به اتمسفر خارج کرده می شوند. تصنیفات پیچ های گرمی دهی از روی اقتدار گرمی، از روی حرارت سطح گرمی جا کننده، در شکل نقشه، از روی مواد مسیو و انجام دادن سطح بیرونی، از روی سیستم حرکت گازهای دودکش، از روی اصول تازه کردن گازهای دودکش. چنانه که ما در رسم دیده می توانیم این نمود سیستم ها در بسیار دیهات ها، یعنی در محل هایی که اهالی نشین بسیار هستند، استفاده برده می شوند. سوزشواری اینها در شرایط امروزه ما سوزشواری سخت می باشد. دانشجویان عزیز و تماشابینان محترم، این بود درس نوبتی ما در باره سیستم های گرمدهی بینا، یعنی که معلومات مختصر در باره سیستم گرمدهی آبی، مرکزی، محلی، سیستم گرمدهی منزل جاتی و دیگر سیستم هایی که ما دیده امروز دیده گذاشتیم. حتما ما میتوانیم از ادبیات های داده شده، از ادبیات تفسیر شده استفاده بریم. دانشجویان عزیز، اگر رواد یکان سوال پیدا شود، شما می توانید در پشت الکترونی یا در کامنتر نویسید، ما حتما به شما سب سوال های شما جواب می گردونیم. سلامت و سربلند و موفق باشید دانشجویان عزیز.